جناب نقره کار گرامی، درود بر شما. خیلی خوش آمدید به این برنامه هفتگیمون. من که دستام تویست و چیزی ندارم که ارمغان شما بکنم جز یک پاراگرافی از کتاب خود شما به عنوان یک گل از اندیشه های شما در آغاز برنامه، از کتاب در واقع بخشی از تاریخ جنبش روشنفکری ایران که 5 جلده و یکی دو بار هم در این برنامه مشترکمون و بیرون از این برنامه هم من این رو به بینندگان گرامی معرفی کردم. اجازه بدین من این پاراگراف کوتاه رو از کتاب شما بخونم. جلد اول صفحه 92 برمیگرده به دوران رضا شاه و علت چم این هست که یکی از سانسورچی های قهار ایران در دوران رضا شاه و پهلوی یک آدم بی سواد پادوی بود به نام محمد محرم علی خان. این محمد علی خان در واقع مثل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز بود و از این زاویه میخوام به بینندگان بدونم که چه کسانی شمشیر به دست گرفته بودن و اهل قلم رو میزدن. این خیلی شگفت انگیز واقعا. نوشته اید که رضا شاه با شکلگیری و فعالیت نهادهای فرهنگی و هنری مستقل سر ستیز داشت. او در آغاز کارش نظمیه یا همون شهربانی بعدی را بنا نهاد و اداره مخصوص نظارت بر مطبوعات را دائر کرد و بررسهایش شروع به بررسی مطبوعات کردند و محرم علی خانها پرورش یافتند. سردار سپه پس از استقرارش در تهران، اینجا شو لطفا بینندگان توجه کنند، اون پادشاهی که میگن رضا شاه کبیر، سردار سپه پس از استقرارش در تهران، مدیران جراید و روزنامه نگاران و روزنامه نویسان را به چوب و فلک بست و سانسور گسترده ای بر فعالیت قلمی و زندگی اهل قلم آوار کرد. با این گفتاورد میخوایم بپردازیم به موضوع سانسور حکومتی و در واقع سرنوشت قلم، اندیشه و کتاب و نویسندگان در برابر این سانسور یا زیر شلاق این سانسور. بسیار خوش آمدید آقای نقره‌کار گرامی. شما که این کتاب رو پژوهیده اید و نوشته اید و خیلی هم زحمت داره چون این کارهایی اهلش میدونن، بهتر از من میدونید در این باره ها سخن بگید که این جماعت از ما چه میخواهند؟ چرا این سانسور، تاریخ سانسور در ایران اینقدر خونین هست؟ در همون دوره رضاشاه خب ما میدونیم این همشهری ارجمند ما شاعر جوان رو گرفتند و کشتن، میرزاده عشقی رو، فرخی یزدی که زندان شد و لبهاش رو دوختند و بعد منجر به مرگ شد. همین چیزا با وجود که دوره خیلی کوتاه نماینده مجلس بود و دیگرانی مانند واعظ قزوینی و باز و باز. در خدمت شما هستم، بشنویم ببینیم که چرا چنین بوده است در این کشور و چرا مسئله حل نمیشه. الان هم افتاده دست اراذل و اوباشی که کتاب و فیلم و نقد، سینما و همه رو نقد میکنن و جالبتر این که برای کنترل مردم یک اپی درست کرده رژیم جمهوری اسلامی به نام ناظر. این کلمه نظارت بر مطبوعات رو که اینجا خوندم یاده این اپ ناظر افتادن که دادن دست این خواهران و برادران مسلمان و اونها
فقط کافیه که نام یک نفر رو، شماره ماشینش رو، پلاکش رو، اینا رو تو اپ بنویسن، این فوری میره به اون قسمتی که سران نظارت نشستند و دیگه به تکلیف شرعی خودشون عمل میکنن. بفرمایید، خیلی خوش اومدید. بله، من هم سلام و درود دارم برای شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. خب همونطوری که اشاره کردید، واقعا حذف یا سانسور کلام و سخن از طرف سلاطین و روحانیون در تاریخ میهن ما میدونید که قدمت زیادی داره و واقعا برمیگرده به قبل از حمله اعراب به ایران و دیگه بعدش که دیگه بدتر، و فقط هم حذف و در واقع سانسور کلمه نبوده از سوی حکام، بلکه خود نویسندگان و خود اهل قلم خب دیدیم چه سرنوشتی داشتند، پوست کنده شدند، زبانشان بریده شد، دهانشان دوخته شد و به قتل رسیدند. و ما واقعا تاریخمون بخشیش با چنین تراژدی و فاجعه‌ای ما شاهد هستیم، بخشیش همین بوده و هست متأسفانه. خب اگر واقعا راه دور نریم، خب میدونید که کلمه سانسور در دوره ناصرالدین شاه، اون وزیر انتباهاتش به قول معروف اعتماد السلطنه، در واقع اون این واژه رو اون مطرح کرد، ولی قبلش بران این حذف وجود داشت. منتها از همون موقع این واژه مطرح میشه و بعدم ناصرالدین شاه هم یه دار و دسته رو یا یه محلی رو برای مسئله همین حذف کلمه و سخن و آن چیزهایی رو که نمیپسندیدن و منصودشون نبود در واقع، به ویژه اگر در قالب نقد بود، خب اینها رو حذف میکردن و صاحبان اون اندیشه و سخن و کلام رو هم گفتم بر سرشون چه می آوردن. در همین دوره شما قاجاریه ببینید دیگه، با چه کردن با کسانی مثل فکر کنم الان نام ها رو از جهانگیر خان سور اسرافیل شما بگیرید، قبلش حتی و بعدش چه رفتاری باهاش شد و دیگرانی که بعد از اون این عزیز آمدند، که نام های زیادی سلامی رو از ذهن من برید، خیلی نام میشه آورد و خیلی شاید روزنامه نه، ابتدا هم کاغذ اخبار و بعد یک چیزهایی در همین سطح و بعد تبدیلشون به روزنامه و یا کتاب. خب دوره قاجار ما این رو شاهد بودیم واقعا، بعد ادامه پیدا میکن. خب نام های مختلفی هم میگیره سانسور، ممیزی و بعدم الان تو حکومت اسلامی که بهش میگن اصلاحیه، و دورهای مختلف با نام های گوناگون، ولی همون محتوایی که عرض کردم در واقع همون حذف و همون وضعیتی که ما شاهد بودیم رو در بر میگرفت. خب دوره های بعد از قاجاریه هم، البته دوره قاجاریه خب میدونید به ویژه در انقلاب مشروطه هم ما متاسفانه شاهد بودیم که مسئله سانسور و حذف کلام و سخن و حتی حذف صاحبان کلام و سخن ما بازتابش رو تو حتی قانون اساسی مشروطه هم میبینیم که روحانیون در واقع نقش داشتن که اونجا بیاد، و بعد قانون مطبوعاتی که اون دوره بود که چه کتاب هایی باید منتشر شه، خلاف دین نباشه، علیه دین نباشه، علیه سلاطین نباشه، چه روزنامه هایی و اگر باشه چه تنبیهاتی توی تمام قوانین هست که اگر کتابی منتشر بشه که مغایر با نمیدونم مباینت داشته باشه با دین و بعدها حتی با دولت و سلطان و اینها حبسی داشت، نمیدونم از 5 ماه تا 5 سال و و مسائل دیگه که من نمیخوام اینا رو تکرار کنم، یه کلیتی رو میگم که مسیر صحبت تا الان تو دستمون باشه.
بعدش هم دوره های بعدم همین، در دوره رضا شاه شما اشاره کردید، این محرم علی خان در واقع از قبل از شهریور 20 فعال بود و بعد اومد در اداره نظمیه که یه بخشی رو اداره نظمیه داشت اونجا شاغل شد. قبل از محرم علی خان البته فردی بود به نام شمیم که خیلی ها در واقع میگفتن حتی اسمش باعث می شد که خیلی ها که دست به قلم بودن به هر حال واقعیت چه محدودیت هایی برای خودشون در نظر بگیرن. نمیدونم این شمیم به ششنگشتی هم معروف بود یا یه فردی هم بود به نام ششنگشتی و بعد شد محرم علی خان که اینا یه مهر داشتن روا و ناروا، می اومدن توی چاپخونه ها و یا جاهای مختلف روی نشریات و احیانا انتشارات های دیگه اگر این مهر روا خورده می شد قابل انتشار بود و الا باید در واقع حذف می شد. خب این ادامه پیدا میکنه دیگه، ما می بینیم دوره های بعد تبدیل میشه به اداره نگارش و اداره که در واقع همون کار سانسور رو انجام میدادن. در دوره محمد رضا شاه ما شاهد بودیم اصلا نه فقط نویسندگان بلکه واژگان زیادی رو در واقع اینها ممنوعه کردن و خب میدونیم چه پیامدهایی داشت، واقعا لطمه زیادی زد. البته هنر و ادبیات زیرزمینی بود یا به نوعی به اشکال مختلف کار میشد منتشر میشد، ولی خب این محدودیت ها خب زیان‌آور بود واقعیتش و بعدم ادامه پیدا میکنه در حکومت اسلامی. تو تمام این دوره ها واقعا هدف این بود که با حذف کلمه و سخن و نویسنده ها بتونن اصلا افکار عمومی رو و اذهان عمومی رو کنترل بکنن و در مسیری که میخوان در واقع این افکار عمومی پیش بره و اگر هر حرکتی میشد برای به قول معروف تنویر افکار عمومی و اینکه بشه بتونه تو جامعه تأثیر بذاره، در واقع حکام و سلاطین نمیپسندیدن و با ابزارهای گوناگون اینها رو حذف میکردن. به هر حال ما یه دوره تاریخی این گونه ای داشتیم، حتی عرض کردم انقلاب مشروطه با اون ویژگی ها نتونست در قانون اساسی و حتی در قانون مطبوعاتش لااقل به خاطر فشار روحانیون به ویژه و همینطور سلاطین بتونه جلوی این امر رو بگیره، یعنی در واقع سانسور و همینطور این حذف اعمال نشه، ولی متاسفانه وجود داشت و خب این ادامه پیدا میکنه. تنها شاید در دوره که دکتر مصدق بر سر کار بود و یا یک دوره های کوتاه فاصله بین 1320 تا 32 که تا حدودی بعد از اون مسائل 1320 یه فضای نیمه دموکراتیکی ایجاد میشه و یا یه چند ماهی بعد از انقلاب 57 ما شاهد بودیم که این به اصطلاح مسئله سانسور و اعمال سانسور تا حدودی اصلا محدود شده بود و یا از بین رفته بود، ولی در تمام ادوار تاریخی ما شاهد چنین وضعی به اشکال گوناگون بودیم. جناب نورکار، یک گفتاوردی سندی شما در این کتاب آورده اید از گوئل کوهن به نام تاریخ سانسور در مطبوعات ایران، جلد یکم صفحه 99 تا 100، اگر اجازه بدید من اون رو بخونم تا فضا دست نسل جوان بیاد که این دردهایی که ما امروز میکشیم اینا ریشه دارن در یک جایی که شما به ریشه هایی در دوره قاجاریه اشاره کردید، در دوره صفویه هم بوده، پیش از اون هم بوده، اشاره هم کردید که به درستی پیش از حمله اعراب به ایران هم بوده. در همون دوره ساسانیان ما میبینیم که
مانی رو که یک نویسنده و متفکر بود، من با عقایدش کار ندارم، اما تولید کننده اندیشه بود، محکومش کردند. کرتیر او را به مرگ، موبد موبدان او را به مرگ محکوم کرد. پوستش رو قلفتی کندند، پر از کاه کردند و بر دروازه نیشابور آویزان کردند، چندان تا بماند و خشک شد و مدتها طول کشید تا بالاخره مردم آوردنش پایین. گفتن بابا اینطوری که نمیشه. این سندی که شما آورده اید خیلی جالبه. تحکم و استبداد رو شما در لابلای واژگان این بیانیه میبینید که دولت در واقع منتشر کرده. در سال هزار و گویا 990 یا کمتر، حالا من میخونم، 1296: کسی که کتابی انتشار دهد که بر ضد مذهب و یا دولت یا ملت بوده باشد، از 5 ماه الی 5 سال حبس خواهد شد. تازه حکومت غیر مذهبی بوده در این زمان. کسی که جسارت نموده بر ضد پادشاه اعلانات و نوشتجات در کوچه ها بچسباند، هر کس بوده باشد، و همچنین کسی که مخالف مردم حرکتی کرده و اذیت برساند بر حسب حد تقصیر او، از 1 ماه تا 5 سال حبس خواهد شد. کسی که برخلاف پادشاه و یا خانواده سلطنت حرف بزند، تحریک بد در نظر داشته باشد، بعد از تحقیق و ثبوت از 1 سال الی 5 سال به درجه تقصیرات با زنجیر محبوس خواهد شد. یعنی هم در زندانش میکنن و هم در زندان به دست و پای زنجیر میبندند که حتی نتونه، اگر سرش هم خارید، بتونه سرش بخارونه. ادامه میده: کسی که کنکاش و خیالات تحریک بد در حق دولت بکند و یا افترا و تهمت تحریرا و تقریرا، یا اقرار کنه، زبان بیاره یا بنویسه، به دولت بزند، بعد از ثبوت تقصیر او، حالا دیگه مهم نیست که درست بوده باشه حرفش، نه، فقط کافیه که بر ضد در حق دولت انتقادی کرده باشد، چه تحریرا و چه تقریرا، بعد از ثبوت تقصیر او بر حسب یا بر حسب حدود و تقصیرات، از 1 سال الی 15 سال محبوس خواهد شد. و در دوره این دیگه نقل قول تموم میشه و شما ادامه دادید: در دوره سلطنت رضاشاه نیز این دو نهاد، نهاد سلطنت و روحانیت، به کار تخریبی خود ادامه دادند. و این البته ادامه داره و یک جا دیگه هم یه جمله دارید، اونم جالبه، من بخونم، اینه همش جالبه. در همان آغاز دوره رضاشاه دیدگاه موافق جمهوری مطرح بود، اما با اقدام علمای اسلام متوقف شد. رضاشاه می گفت از نظر روحانیون جمهوری یک نوع دیوانگی محسوب می شد و آنها همه به من اعلام کردند که با جمهوری مخالف هستند. یعنی دستور اونا دادن، چون رضاشاه طرفدار جمهوری بود، میخواست یه جمهوری مثل ترکیه درست کنه. بعد وقتی مردم که سر جای خودشون روحانیون خبر شدند، اونها در واقع بهش ندا رو دادن که جمهوری بدون جمهوری، چرا که جمهوریت عین دیوانگی است
و شگفتا که اینها اکنون جمهوری راه انداختند، همین زعمای اسلام. اینا همش تکه های از زندگی است که خواندن شاید ما رو شگفت زده بکند یا شنیدنش، اما پشت این واژه های کم و اندک خونها که ریخته شده، نویسندگان که کشته شدند، کتاب ها که سوزانده شدند، مطبوعات که تعطیل شدند، شلاق هایی که بر کف پای نویسندگان زده شد، به فلک بستند آنها را و تا به اکنون ادامه دارد. ما همین دیروز روز مبارزه با سانسور بود که من از شما خواهش میکنم در این زمینم سخنی بگویید، و دیروز قانون نویسندگان ایران در ایران در این زمینه یک بیانیه منتشر کرد و موضوعش شما هم میدونید، بهتر که شما ادامه بدید. بفرمایید، میکروفونتون بسته است. من پوزش میخوام. ببینید، این در حکومت اسلامی من اشاره بکنم که خب از همون روزهای آغازین، غیر از 5-6 ماه اول که تحت عنوان بهار آزادی معروف شد، حکومت اسلامی بساط سانسور رو واقعا به یه شکل میشه گفت فاجعه باری و دردناکی آغاز کرد. موقعی که تعدادی از نویسندگان عضو کانون نویسندگان رفته بودن به دیدار خمینی، همون در آغاز انقلاب، و واقعیتش هدف اونا این بود که برن به خمینی بگن آقا تو الان قدرت رو داری، این توی اسناد هست، و الان اومدید بر سر قدرت، باید به آزادی اندیشه، بیان و قلم احترام بگذارید و این رو سعی بکنید حمایت کنید. هدف برای رفتن اون بود، هدف کلی که تعدادی از نویسندگان سرشناس اون دوره اعضای کانون رفتن، و البته روی تعبیر از اینکه اینها رفتن میدونید که بحثای بسیاری است، ولی واقعا هدف اصلی این بود که خمینی اونجا به قول خویی میگفت که براق شد به همه ما و گفتش که بروید از اسلام بنویسید، قلم ها فقط در راه اسلام باشید. از همونجا این هشدار رو داد و بعدش هم دیدیم دیگه چه کرد. از همون آغاز من بارها تو برنامه شما عرض کردم که بشکنید این قلم ها رو. بعد حتی سال 59 58 میاد میگه ما باید از همون اول این نویسنده ها و روزنامه نگارا رو بر سر این چهار راه به این تیرهای چراغور آویزون میکردیم، اشتباه کردیم و توبه میکنیم، میگه من از خداوند میخوام که توبه منو بپذیره، چرا این کار رو نکردیم. و بعد دیدیم چه کرد و چگونه ادامه داد. فقط حذف کلام و سخن نبود و یک به قول شما واقعا پشت همین دو سه کلمه چقدر خونها ریخت، چه شکنجه ها کرد و چه اتفاقاتی افتاد. حتی بعدها که خامنه ای که الان ولی فقیه رئیس جمهور میشه، تو کتاب من هست یک سخنرانی مفصلی تو دوران رئیس جمهوریش میکنه در مورد فقط سانسور و میگه باید باشه. سانسور اصلا مصلحت مردمه در نظر میگیره. سانسور یعنی در نظر گرفتن اون همون مصلحت مردم و اون چیزی که برای مردم خوبه تعریف میکنه همین خامنه ای، و میگه باید نویسندگان ما از کلمه ورع استفاده میکنه، ورع مطبوعاتی داشته باشن، یعنی یه پرهیزکاری توشون باشه و خودشون سانسور کنن با توجه به شرایطی که هست. و من حالا نمیخوام بگم واقعا چگونه ادامه پیدا میکنه ماجرای سانسور و الان واقعا تو چه وضعیتی هست. اون بسیاری از کتابهای خود شعرها که در واقع
بازنشر شده مثل کارهای فروغ فرخزاد. الان مقایسه بکنید اون چی که منتشر شده با اون چی که قبل منتشر شده بوده و کارهای خود فروغ بوده. حتی کلماتی مثل پستان، مثل شیر، مثل شراب، ببینید چه بر سر این واژه ها اینها آوردن توی همین کتاب هایی که بازنشر پیدا کرد و چه کتاب هایی که اصلا اجازه انتشار نگرفته، چه مطبوعاتی که اجازه انتشار نگرفته و چه بر سر اهل قلم بود. منتها این روز مبارزه با سانسور در ایران، خب حدود الان 16-17 سال از عمرش میگذره که عزیزان کانون نویسندگان این روز و روز مبارزه با سانسور اعلام کرده. و همین اخیرا هم همین دیروز یا پریروز بیانیه منتشر کردن توی این رابطه. این رو در رابطه با قتل واقعا فجیع محمد مختاری و محمد جعفر پوینده که در همین روز ها و همین ماه اتفاق میفته، چنین روزی رو عزیزان به عنوان روز مبارزه با سانسور اعلام کردن. و خب میدونید که هم محمد مختاری هم محمد جعفر پوینده چه نقشی در مبارزه با سانسور در حکومت اسلامی و همینطور آزادی اندیشه بیان و قلم داشتن. به همین خاطر این روز این عزیزان روز مبارزه با سانسور اعلام کردند و خب هر سال برای یادآوری بیانیه منتشر میشه و امیدواریم که به هر حال این مبارزه و این تلاش ها نتیجه بده. ولی در واقعیت آنچه که ما شاهد هستیم، حکومت اسلامی در واقع مسئله سانسور و حذف کلام و سخن و حذف نویسنده رو تا به امروز ادامه داده و تا موقعی هم که بر سر قدرت بدون تردید ادامه خواهد. جناب نقره‌کار، گفتید ببینیم چگونه پیش می رود. چشم اندازش تا یک حدی روشنه. این رژیم ملایان اگر فرو بپاشد، هر وقتی باشد، مردم ایران به نظر من این بار دیگه زیر بار سانسور دولتی نخواهند رفت. البته دولت ها و حکومت ها با نام مصلحت ملی شمشیر میکشن و میزنن، میگیرن، میکشن و سانسور میکنن. اما با دورانی که ما پشت سر گذاشتیم و اکنون که سایت های مانند یوتیوب و تلگرام و خیلی از سایت های دیگه که شبکه های جهانی هستند، اینها رو رژیم فیلتر کرده، من فکر نمی کنم بعد از افتادن این رژیم مردم زیر بار فیلترینگ و سانسور بروند. و اگر بروند که نمی روند، در برابر رژیم بعدی قرار می گیرند. اینها این رژیم آخوندی یک میراث شومی رو از خودش بر جای خواهد گذاشت که واقعا هیچ نیروی سیاسی قادر نخواهد بود که اون مملکت رو جمع کنه. اصلا جمع کردنش خودش یه 10-15 سال طول میکشه و در همون زمان به نام مصلحت ملت و اینکه ما تازه آخوندا رو انداختیم، شلوغ نکنید، بذارید کارمونو بکنیم. کارمونو بکنیم یعنی میخوایم دوباره صدها رو ببندیم، صداها رو هم خفه کنیم، دست و بال رو هم ببندیم، حتی اگر شده در زندان و با زنجیر. چشمانداز اینه. اکنون مردم ایران، جوانان به ویژه، از شبکه‌های اجتماعی، از اینترنت استفاده میکنن، صداشون رو به بیرون از کشور میرسنن، یا کسانی که در بیرون از کشور هستن این صدا رو میشنوند و منعکس میکنند و از روابط بین المللیشون هم بهره میگیرند
که پشتیبان زندانیان باشند، پشتیبان نویسندگان باشند، و این یک گام به پیش است. اما دولت‌ها در ایران، حکومت‌ها در ایران چون برخواسته از مردم نیستند و حتی اگر مردم پشتیبانشون باشند برای تعویض یک حکومت استبدادی، خود این حکومت جدید تبدیل میشه به یک حکومت استبدادی تازه. بنابراین نبرد اهل اندیشه و قلم با رژیم استبدادی، چه مذهبی باشد و چه سیاسی، چه هر دوش با هم قاطی باشند، یک نبرد دراز مدت است و وظیفه مردم است که پشتیبان نویسندگان و هنرمندان و تئاتری ها و سینماگر ها و موسیقیدان ها و نقاش های خود باشند، چون اونها چراغ راه شما هستند. آنها اندیشه هایی رو که شما دارید و خیلی هاشون که شما بهتر از اونها هم دارید، ولی اونها قلم به دست گرفتن و بیانش میکنن. اونها صدای شما هستند در داخل کشور اگر آزاد باشند، و در بیرون کشور اگر در تبعید باشند یا مهاجر باشند. این مردم ایران هم که بایسته است پشت اهل قلم بایستند، به اونها نیرو بدهند و به حکومت ها بگویند که شما باید در خدمت ما باشید، چون ما مالیات میدیم، کار میکنیم، خرج شما رو میدیم. شما حق ندارید سانسور کنید، شما حق ندارید احزاب رو سرکوب کنید، نویسندگان را زندان کنید یا بکشید، خفه کنید، ببرید توی بیابان ها بندازید و خیلی کارهای دیگر. این یک وظیفه ملی است جناب نقره کار. نویسندگان در بهترین حالت اگر خیلی 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 خوب عمل بکنن، یک رمان خوب میتونن بنویسن، چند تا شعر خوب میتونن بنویسن، کارهای هنریشون رو میتونن خوب پیش ببرن و دور هم جمع بشن یک بیانیه بدن. اما نیرو با مردم است، قدرت با مردم است، مردم قدرتند و اون قدرت باید حفاظت کند از فرزندانش، از نمایندگانش، از نویسندگانش، از هنرمندانش. ما این پشتیبانی رو کم دیدیم، کم دیدیم، و نه اینکه اصلا نبوده، اما مردم فقط دل سوزاندن، همش گفتن آخ میرزاده عشقی هم کشتن جوان به اون خوبی، چه شاعری بود، شاعر انقلاب بود، شاعر مردم بود. با آه کشیدن برای عارف قزوینی و ملک شعرای بهار و ده ها و صد ها نویسنده و شاعر دیگر، آنها مردم نمیتوانند کمک کنند به این گروه. باید بیستن، بیان تو خیابون. کسی که حتی یک صفحه هم چیزی ننوشت، باید بیان تو خیابون بگه اینا نویسندگان ما، شما اگر اینا رو سرکوب کنید فردا نوبت ماست. و اگر چنین شود، ای بسا طی یک دوره، حالا نمیدونم کوتاه یا بلند یا میان مدت، احتمال وجود داره که جایگاه شاعران و نویسندگان و اهل اندیشه و اهل فلسفه و اهل قلم و پژوهش در ایران مستحکمتر بشود و اونها با دل قرصتر بنویسند و دیگر از ترس خود سانسوری نکنند. لایه‌های گوناگون سانسور درونی و روانی نویسنده اصلا او رو تبدیل میکنه به نویسنده مطالبی که آن معنایی رو که باید داشته باشه درش گم شده از ترس. باید در چند لایه این رو بپیچونه و بعد ارائه بده، و وقتی پیچون مردم میگن اینا چی میگن اصلا، من که نفهمیدم چی میگه، این شعرش اصلا معنا نداره. این یه معضل چند جانبه است، یک سویش دولت هاست، یک سویش نهادهای واپسمانده استبدادی مذهبی است هستند، یک پای دیگرش هم مردم هستند، یک پایش هم نویسندگان هستند. و تا زمانی که تعادلی اونجا برقرار نشود، چیزی به نام آزادی
نه فقط برای اهل قلم و اندیشه و فلسفه، برای هیچ کس نخواهد بود. یک نوع دیگرش که هیچ ربطی به قلم و اندیشه هم نداره همین روسری است، همین حجاب اسلامی است. خب این در واقع سانسور بدن، سانسور موی سر، سانسور صورت و دست و بدن انسان هاست و همشون یک ماهیتی دارند. دولت ها و حکومت ها و دین میخواهد مردم رو کنترل کند با قوانین ظاهر الصلاح و در کنترل نگه دارد، و حتی اگه ما پولم کم آورد بگه ها اگر رو سرت بیفته 165 میلیون تومن باید جریمه بدی و تکرار بشه بیشتر، و پول مالیات زورکی، یعنی پول زور دیگه سر گردن است از مردم میگیره. چرا؟ چون این بازنشستگان، این نویسندگان، این مالباختگان که میان تو خیابون، مردم اینا رو پشتیبانی نمی کنن. فردا که نوبت خودشون شد تنها میان تو خیابون و بازم کاری از پیش نمی برن. ببخشید سخن من به درازه کشید، شما رو میشنوم. بله، ببینید در حکومت اسلامی سانسور رو در حکومت اسلامی رو اشاره کردیم، فقط هم در سطح جامعه خودمون نبود و نیست کاری که حکومت اسلامی میکنه. خب دلایل متعددی هم شما اشاره کردید، نمیدونم به خطر افتادن امنیت ملی و فلان، از این توجیه ها تبلیغات علیه نظام، و با این بهانه ها دیدیم که واقعا با اهل قلم چه رفتاری داشتن، که بخشیش همین مسئله سانسور اهل قلم بوده. در سطح بین المللی هم به یاد داریم سلمان رشدی رو هم حتی آقای خمینی از داخل ایران فتوا میداد که حذف بشه. ما خود تو تاریخمون از این نمونه فکر نمی کنم داشته باشیم، که حالا در سطح خود جامعه اگر روحانیون و سلاطین چنین کاری رو، چنین عمل ناشایستی رو اعمال میکردن، دیگه به سطح جهانی هم قضیه رسیده بشه. من فقط نکتم این هست، واقعیت شما اشاره کردید، به نظر میاد که نسل جوان و بعد از سرنگونی حکومت اسلامی در آینده در ایران، خب این تجاربی که ما داشتیم به ویژه آنچه که در این 40 و اندی سال دیدیم، درس بزرگی است برای اینکه آدم راه درست رو انتخاب کنه و به هر حال در اون جایگاه درست تاریخ بیسته، در مسیر درستی. و این امید هست واقعیت شلان که ما داریم میبینیم این نسل رو و حتی نسلهای قبلی رو و نگاه هایی که ارائه میدن در رابطه با آزادی، دموکراسی، حقوق بشر. خب میدونید خود همین حقوق بشر، کسایی که میگن ما پای بندشیم، چقدر به مسئله آزادی بیان و اینکه هر کسی حق داره نظرش رو همان گونه که میخواد مطرح بکنه و کسی نمیتونه جلوش رو بگیره، چقدر تاکید داره. خب این نسل هم نسلیه که میگه ما پایبند حقوق بشر هستیم و حتی میگم نسلهای پیشین هم به این رسیدن. خب اینا امیدوار کننده است. و خب همین درسی که الان ما گرفتیم، یعنی بعد از سرنگونی حکومت اسلامی، هر کسی حالا بر آن است که به هر حال قدرت رو در درس بگیره و امورات اون جامعه رو بگذرونه، باید این درس رو گرفته باشه که آزادی در واقع اکسیژن تنفس اهل قلم، آزادی ابزار کار اهل قلم. یعنی شما اگر اینو محدود بکنید، باز همین بساطی است که ما در تاریخ شاهد بودیم، یک درگیری بین درگیر اهل قلم که اهلش نیست، اهل قلم میخواد کار بکنه، میخواد اون چیزی که مربوطه به حتی حرفشه و نان در آوردنش، حتی دانش رو از اونجا در میاره، کار خودش انجام بده. این شما هستید که با محدود کردن آزادی
در جامعه و آزادی اهل قلم چنین شرایطی رو پیش میارید. این درس باید گرفته شده باشه. و خب واقعیتش یه نکته دیگر هم شما اشاره کردید، این مسئله شیوه ها و این شبکه های مختلف در خبررسانی، در برحال اطلاع رسانی به اشکال مختلف، خب اینها خیلی کمک میکنه که جلوی سانسور گرفته بشه و سانسورگر و سانسورچی هم فی الواقع شناخته بشه. ولی متاسفانه اینم هست که همین حکام و سلاطین در نه فقط در سطح جامعه خودمون، شما ببینید در سطح وسیع این شبکه کنترل کننده های این نوع شبکه ها چقدر با گذاشتن اخبار در واقع فیک و نادرست، شایعه پراکنی، دروغ پراکنی و خیلی از کارهای دیگه آب رو گلالود کردن. یعنی از یه طرف این وسایل و این شبکه ها خیلی کمک میکنه که به مسئله سانسور کنار زده بشه، ولی از یه طرف هم هنوز همین کسانی که دشمن آزادی هست، دشمن دموکراسی هست در عمل و دشمن حقوق بشر هستند یا اون مفاد حقوق بشر، باز به شیوه های دیگه این امر رو پیش میبرن با گلالود کردن آب. و خب این رو باید نسل جوان و قطعا در آینده ایران بهش توجه داشته باشه که این هم یکی از حربه ها. سانسور فقط به اون یه شکلی که ما فکر میکردیم و فکر میکنیم از طرف سلاطین و حکام و روحانیون اعمال میشد و اون دولت ها، خب این سانسور الان اعمالش یه شکلهای دیگه هم به خودش گرفته. این رو هم میبایستی بهش توجه داشت، دقت داشت و بهش پرداخت و مطرح کرد. و الان ما واقعا داریم میبینیم که تو همین شبکه ها به چه شکلی همون کار سانسور اعمال میشه، اما با اشکال و شکلهای گوناگون. یا حکومت ها شکل سانسور کردن و الان در حکومت اسلامی داریم میبینیم، ببینید به چه شیوه هایی پیش میبره. همون سانسور نرمی که میگن از طریق همین شبکه ها پیش میبره یا به اشکال گوناگون دیگه. یعنی میخوام این رو هم تاکید بکنیم حالا که روی بحث سانسور هستیم، شیوه های اعمال سانسور هم تا حدودی تغییر کرده که باید شناخته بشن و شناسونده بشن که برای به شکلهای جدیدتری امر سانسور در آینده پیش نره. جناب نقره کار، اگه اجازه بدین میخوام بیانیه کانون نویسندگان رو در ایران به مناسبت 13 آذر که دیروز بود، روز مبارزه با سانسور، برای بینندگان بخونه. حالا اگر نه همش رو، بخشای از اون رو، و دوستانی که این برنامه رو میشنوند بیاد داشته باشند که 13 آذر در هر سال روز مبارزه با سانسور است. ولی این تنها روز مبارزه با سانسور نیست، مردم ایران باید همیشه با سانسور مبارزه کنند، چرا که سانسور هر روزه با اونها مبارزه می کنند. بیانیه کانون نویسندگان ایران در ایران چنین است که 16 سال پیش کانون نویسندگان ایران 13 آذر ماه را به یاد دو جانباخته راه آزادی و بیان، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، روز مبارزه با سانسور نامید. کانون نویسندگان ایران در این روز صدای خود را رساتر از هر زمان دیگر در برابر سیاستهای سرکوبگرانه حاکمیت بلند می کند و اعلام می دارد. ببینید نه، در ایران در این حرف رو می زنند، در ایران خامنه ای، در برابر سیاست های سرکوبگرانه حاکمیت
بلند می کند و اعلام می دارد که تا تحقق بند اول منشور خود، یعنی آزادی اندیشه و بیان و نشر بی هیچ حصر و استثناء برای همگان، از مبارزه با تمامی اشکال سانسور باز نخواهد ایستاد و در برابر موج فزاینده سانسور و به محاق بردن اندیشه و تفکر آزاد مانند گذشته با عزمی راسخ ایستادگی خواهد کرد. سرکوب صداهای مستقل که از آغاز در دستور کار حاکمیت قرار داشت، با اعمال سیاست های چون اختصاص بودجه های کلان به ارگان ها و عوامل سانسور، اقتصاد رانتی نشر، تهیه فهرست سیاه از نویسندگان و ناشران مستقل و آزادی خواهی که پیشتر کارهایشان مشمول سانسور در اصطلاح رسمی آنها میگویند اصلاحیه شده، به ابتذال کشیدن تئاتر و سینما و تبدیل آن به نمایش مضحک عوامل حکومتی و حذف و مصله کردن آثار مستقل به قلع و قمع روزافزون ادبیات و هنر مستقل انجامید. با تثبیت این سیاست ها تا به امروز بسیاری از نویسندگان و هنرمندان از انتشار و نمایش آثارشان محروم شدند. کتاب های زیادی توقیف و از دسترس خوانندگان خارج شده و تفتیش اندیشه و ارعاب نویسندگان مستقل سیری فزاینده یافته است. در سال جاری نیز همچون سالهای سیاه گذشته، حاکمیت به مدد سانسور در بزنگاه‌های سیاسی و اجتماعی افکار عمومی را دستکاری و واقعیت را تحریف کرده است. روزنامه نگاران تحت فشار و تهدید و ارعاب قرار دارند و بسیاری از نویسندگان ناخواسته به دام خودسانسوری گرفتار شدند. نتیجه این فضای خفقان آور کاهش کیفیت آثار و در حاشیه ماندن اخبار آزاد و بیطرف است. انتشار زیرزمینی آثار ادبی و هنری نیز گرچه روزنی برای تنفس نویسندگان و هنرمندان گشوده، اما آنان را از دسترسی به مخاطبان گسترده باز داشته. با این همه هیچ حکومتی نتوانسته صدای حقیقت را خاموش و آزادی و اندیشه را برای همیشه به بند کشد. کانون نویسندگان ایران ضمن گرامی داشت یاد و نام بلند محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، همه شیوه های حاکمیتی سانسور را محکوم می کند و از تمام نویسندگان و هنرمندان آزادی خواه می خواهد که تا روزی که حق آزادی بیان بی هیچ حصر و استثناء برای همگان محقق شود، در برابر سانسور حکومتی سکوت نکنند و شیوه های پیدا و پنهان آن را افشا کنند. کانون نویسندگان ایران، 13 آذر 1403. با آرزوی پیروزی برای آنها و برای مردم ایران و سپاس فراوان از شما جناب نوکرکار ارجمند، شما را به دست اندیشه می سپارم و کارهای زیبایی که انجام می دهید تا هفته آینده در برنامه دیگر. بدرود.